حذف پپ به دست بهترین هاش. رئال مادرید در ضربات پنالتی بازی برگشت 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا منچستر سیتی را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. منچستر سیتی در بازی برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا دیشب از رئال مادرید میزبانی کرد و در یک بازی طولانی در ضربات پنالتی شکست خورد تا از صعود به نیمه نهایی باز بماند. سیتی از ابتدا روی جریان بازی تسلط داشت و مالکیت توپ را در اختیار گرفت، اما در یک ضد حمله رودریگو دقیقه 12 گل اول رئال رو زد و سپس دیبروینه دقیقه 76 بازی را به تساوی کشاند. در پنالتی ها رئال به پیروزی رسید. شب بعد ستاره رئال در اتحاد، مصدومیت هم اضافه شد. وینیسیوس جونیور در وقت اضافه اول بازی مقابل منچستر سیتی به دلیل مصدومیت از زمین بازی خارج شد. سلام به همه دیفکتی‌های عزیز. خوش اومدین به کانال دیفکت. این 59مین قسمت از خبر امروزه. امیدوارم دوست داشته باشین و اگه پیشنهاد یا انتقادی دارین برامون کامنت بذارین. بهت بازیکنان سیتی. سیلوا این چه ضربه‌ای بود؟ سیلوا ضربه بسیار معمولی و با قدرت کمی را به وسط دروازه زد که آندری لونین به خوبی دست او را خواند و در جای خود ایستاد تا شوت ستاره سیتی را که بیشتر به پاس شباهت داشت را در آغوش بگیرد. این تصمیم سیلوا روی روحیه همبازیاش اثر گذاشت که در نتیجه بعد از گل شدن ضربه پنالتی جود بیلینگام برای رئال، ضربه ماتو کواچیش هم توسط لونین مهار شد. گواردیولا: به رئال تبریک میگم، اما استثنایی بودیم. پپ گواردیولا از بازیکنان منچستر سیتی تشکر کرده و از عملکرد آنها مقابل رئال مادرید راضی است. گواردیولا پس از بازی در جمع خبرنگاران گفت: اول از همه به رئال مادرید تبریک میگم. ما از کاری که انجام دادیم پشیمون نیستیم. در تمام پست‌ها استثنایی بازی کردیم، اما متأسفانه برنده نشد. بازی: ما موقعیت‌هایی را برای بردن بازی ایجاد کردیم، اما فوتبال به گل زدن ارتباط داره. از بازیکنانم متشکرم. این نتیجه یک کار درسته. رئال مادریدی‌ها در نیمه نهایی هستند و ما نه. تعویض‌ها: مانوئل آکانجی، ارلینگ هالند و کوین دیبروینه از من خواستن تعویض بشن و نتونستن به بازی ادامه بدن. این فرصت رو دارم که از صمیم قلبم از بازیکنان سیتی تشکر کنم. عملکرد آنها استثنایی بود. عدم صعود به نیمه نهایی: ما هر کاری کردیم تا صعود کنیم و شکست خوردن به این شکل دردناکه، اما به چه شیوه فوق‌العاده‌ای باختیم. شکست در ضربات پنالتی: یوهان کرایوف گفت شانس وجود ندارد. من با او موافقم. امشب احساس بدی داریم، اما تمام تلاشمان را کردیم. به این بازیکن‌ها چی بگم؟ ما نشون دادیم که میتونیم مقابل تیم بزرگی مانند رئال مادرید بازی کنیم. دیگه چه کاری میتونستیم انجام بدیم؟ نمیدونم دیگه چی بگم. آنجلوتی: قهرمان را حذف کردیم. به تیمم افتخار میکنم. سرمربی ایتالیایی رئال در ابتدای صحبت‌هاش پس از بازی گفت: من به این تیم بسیار افتخار میکنم. هرگز رئال مادرید را مثل یک مرده رها نکنید. رئال مادرید هرگز نمیمیرد. ما میدانیم چگونه رنج بکشیم. آرامش کنار خط: چطور اینقدر آرام بودم؟ ببخشید، دیگه انرژی نداشتم. امکان قهرمانی در چمپیونز لیگ برای 15مین بار. خب، ما باید اول بازی کنیم. جریان بازی: گل ما خوب بود. ما ترکیب فوق‌العاده‌ای داشتیم. نیاز به ضد حمله داشتیم، چون میتونستیم از این طریق فضا پیدا کنیم. ما عادت نداریم اینطور دفاع کنیم. بنابراین من به تیمم افتخار میکنم. اونا مقابل قهرمان اروپا خیلی خوب عمل کردن. احترام جالب بازیکنان رئال به لوگوی سیتی: بازیکنان رئال مادرید در جریان تمرین شب گذشته حاضر نشدند پا روی لوگوی منچستر سیتی بگذارند. فشار جدید روی آنجلوتی: ممکن است بمیرم. کارلو آنجلوتی، سرمربی رئال مادرید، ادعای جالبی را پس از بازی برابر منچستر سیتی مطرح کرد. در جریان ضربات پنالتی هم مشخص بود که آنجلوتی فشار زیادی را تحمل می‌کند. مربی ایتالیایی پس از پایان این بازی و در راهروی منتهی به رختکن به دوربین و خبرنگاری که در آنجا حضور داشت گفت: اگر امروز میرم جاودان هستم تا مشخص شود که تحت چه فشار شدیدی قرار دارد. رکورد دست نیافتنی رئال: حذف قهرمانان دوره قبل. رئال مادرید بیشتر از هر تیم دیگری در حذف قهرمانان دوره قبل لیگ قهرمانان موفق بوده. رودیگر جهت پنالتی ستاره سیتی را لو داد. آنتونیو رودیگر، ستاره آلمانی رئال مادرید، در مهار پنالتی ماتو کواچیچ به آندری لونین کمک کرد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد زمانی که کواچیچ پشت ضربه پنالتی ایستاد، رودیگر که پیش از این در تیم چلسی با او همبازی بود و شناخت خوبی از این بازیکن داشت، به لونین اشاره کرد که او قرار است ضربه پنالتی را
به کدام سمت بزند و این دروازه‌بان کروات هم با راهنمایی او توانست این ضربه را مهار کند که نقش مهمی را در پیروزی و صعود رئال ایفا کرد. بهترین شکار دیشب هم این لحظه بود. بایرن 1 آرسنال 0. یوشوا کیمیش. بایرن مونیخ با پیروزی 1-0 در بازی برگشت آرسنال را حذف و به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. ماجراجویی توماس توخل و تیمش در فصل عجیب بایرن مونیخ در اروپا ادامه دارد. باواریایی‌ها در دور برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا موفق شدند آرسنال را با 1 شکست دهند و با پیروزی 3-2 در مجموع به جمع 4 تیم برتر لیگ قهرمانان برسند. بایرن با گل کیمیش در دقیقه 63 به پیروزی رسید. عملکرد ضعیف ستاره آرسنال همش صفره. بوکایو ساکا در شب شکست و حذف آرسنال مقابل بایرن مونیخ عملکرد بسیار ضعیفی را به جا گذاشت. ساکا در بازی رفت درخشید و گل اول تیمش را روی یک حرکت فوق‌العاده به ثمر رساند و در بازی بسیار تاثیرگذار بود. اما در دیدار برگشت او در جو وحشتناک استادیوم آلیانز آرنا گم شد. در نیمه اول او بارها توپ را لو داد و در حملات تیمش ضعیف عمل می کرد. در نیمه دوم هم پس از گل بایرن مونیخ که با ضربه سر زیبای یوشوا کیمیش به ثمر رسید، ساکا آمار بسیار ضعیفی را به جا گذاشت که در نهایت منجر به شکست و حذف توپچی‌ها شد. ساکا در بازی دیشب آمار 0 گل، 0 پاس گل، 0 خلق موقعیت، 0 شوت، 0 دریبل موفق و 0 سانتر موفق را ثبت کرده که او را به یکی از ضعیف‌ترین بازیکنان مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان تبدیل می‌کند. آرتتا: درد شکست امشب هرگز از بین نمی رود. میکل آرتتا می گوید درد شکست امشب آرسنال مقابل بایرن مونیخ هرگز از بین نمی رود. حرکت جالب ستاره بایرن، تمرین با توپ جمع کن. ماتیسل خالق یکی از صحنه‌های جالب بازی بایرن مونیخ و آرسنال بود. در دقیقه 50 ستاره‌های نیمکت نشین بایرن از جمله توماس مولر 34 ساله در کنار زمین در حال تمرین و آماده شدن برای حضور احتمالی در زمین بودند. در اتفاقی جالب ماتیسل 18 ساله یک نوع خاص را برای گرم کردن انتخاب کرده بود. در طول پخش بازی از شبکه میشد دید که ستاره جوان بایرن توپی را برداشته بود و در حال پاسکاری و تمرین با توپ جمع کن. تارمی در اوج، گل صعود به فینال زده شد. بازگشت به ترکیب و تحویل گرفتن پنالتی برای صعود به فینال جام حذفی شب درخشانی برای ستاره ایرانی پورتو رقم زد. مهدی تارمی 4 ماه پس از فاصله گرفتن از ترکیب پورتو در تمام مسابقات داخلی و اروپایی، چهارشنبه شب در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی پرتغال دوباره به جمع نفرات اصلی بازگشت و مقابل ویتوریا گیمارش قرار گرفت که شب خاطره‌انگیزی برای او رقم خورد و با گلزنی همراه بود. اولین واکنش نیمار به شکست سنگین الهلال. نیمار ستاره برزیلی الهلال به شکست 4-2 تیمش مقابل العین در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا واکنش نشان داد. نیمار که پس از مصدومیت از ناحیه ربات صلیبی همچنان از میادین فوتبال دور است، پس از پایان این مسابقه با انتشار یک استوری به شکست الهلال واکنش نشان داد. او که این مسابقه را از تلویزیون تماشا می‌کرد، با انتشار تصویری از نتیجه نهایی خطاب به بازیکنان الهلال نوشت: بزنید بریم بچه‌ها، 90 دقیقه وقت داریم، من به خودمون باور دارم. ایجنت ناگلزمن: بله، با بایرن در حال مذاکره ایم. مذاکرات یولیان ناگلزمن با بایرن مونیخ تایید شده و او قرار است به زودی در مورد آینده‌اش تصمیم بگیرد. هدیه ویژه به ژابی: میدان لورکوزن به نام آلونسو. شهرداری لورکوزن قصد دارد خیابان یا میدانی را به صورت رسمی به نام ژابی آلونسو تغییر دهد. پیام یامال به ژاوی: دلمو خون کردی بی وفا. لامین یامال بعد از تعویض شدن در دیدار بارسا و پی اس جی ویدیویی منتشر کرد و بعد از مدت کوتاهی حذف کرد که خبرساز شده. در ویدیوی تیک تاک یامال تصاویر او در زمان شادی بعد از گل اول بارسلونا دیده می شود. آنچه این ویدیو را خبرساز کرده جمله ای است که روی تصویر دیده می شود: فقط شکست عشقی نیست که قلب آدم را می شکند. به محض انتشار این ویدیو سر و صدای زیادی به پا شد و کاربران شبکه های اجتماعی معتقد بودند هیچ شکی باقی نیست که یامال از دست ژاوی ناراحت است. کمی بعد ویدیوی یامال حذف شد تا مشخص شود نزدیکان او ترجیح نمی‌دهند که ستاره‌ای به جوانی یامال وارد جنجال رسانه‌ای با سرمربی بارسا شود. خب بریم سراغ بازی‌های امروز و این هم نتایج بازی‌های دیروز. ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید.